سلام، توی ویدیوی قبلی اگه یادتون باشه اومدیم 5 تا پترن ملودی آکورد گذاشتیم با صداهای مختلف، قرار بود که بیایم با اینا بیت بزنیم. امروز میخواییم حالا یه دونش رو انتخاب کنیم، باهاش یه دونه بیت کامل بزنیم، ببینیم چجوری اصلا یه دونه پترن 4 میزانی رو تبدیل به یه بیت کامل کنیم. خب میام از این آخری استفاده میکنم که تمپومون 170 بود، گفتیم اگه بخوایم میتونیم کم و زیادش کنیم. من 166 میذارم. نوتاشو اگه یادتون نیست یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. میام اینو ترانسپوز میکنم، نیم پرده بیاریم بالاتر روی گام سی شارپ مینور. خب پس از این استفاده میکنیم، تمپو اونم یکم باز ببریم بالا 168. میام داخل این VST که داشتم دنبال یه صدای دیگه میگردم توی این قسمت اکسپریمنتال، ببینیم چی داریم. خب میام از این پریست استفاده میکنم، منتها اینو میایم با همون پیانوی قبلی که داشتیم لیر میکنیم. اون یکی صدایی که آوردیم و میایم دومی بود، میایم داخل این یه کوچولو شیفتش میکنیم جلو. پلی میکنم، همینجور که شیفت میکنم ببینید چه تغییری توی صدامون ایجاد میشه. اگه دقت کنید صدای این وقتی شیف میکنیم جلوتر بهتر شنیده میشه، چون دقیقا همزمان نیست با صدای پیانویی که داشتیم. به خاطر همین پس اومدم اینو شیفت کردم یه کوچولو جلوتر. خب بیاییم بریم ادامه بیتی که میخواییم بزنیم. یه دونه سینت بیس میارم، از همون پریسات سینت بیس که همیشه استفاده میکنیم. این پریسات رو نمیدونم داخل کانال گذاشتم یا نه، ولی چیز ساده ایه، میتونید اسکرینشات بگیرید، تنظیماتتون رو به همین حالتی که اینجا هست بذارید. من نوتای اینو فعلا کپی میکنم، میام توی پترن دیگه. نوتای بالا رو پاک میکنیم، نوتای بیسش رو نگه میداریم. اینا رو یکم اوورلپ میدیم به خاطر اینکه اون پورت ها مونو بیاد روش اعمال شه. همین GMS که داشتیم رو کلون میکنم، اینو کپی میکنم، میاریم توی اکتاو بالاترم تکرار میکنیم.
میفرستیمش داخل میکسر، جفتش رو سلکت میکنیم، میاریم داخل یه دونه لاین. خب میام سمپلای درامم رو میارم، بعدم با همدیگه درامو میذاریم. از درام کیت اسکایپیر هم استفاده میکنم که حالا اینو داخل سایت ترانه‌ساز میتونید دانلود کنید. شماره 1، 2، 3 و دو تا پروژه FL استودیو که دو تا اپیتاشه اگر خواستید داخل سایت ترانه‌ساز هستش. خب من یه سری ترانزیشن آوردم با سمپلای درام. خب بریم دراممون رو بذاریم. خب این میشه پترن اسنیرم. این اسنیر رو میام با یه دونه اسنیر دیگه لیر میکنم، به این حالت در میاد. بعد میایم چپ و راستش میکنیم، یه دونه دیگه هم این آخر با ولوسیتی خیلی کم اضافه کردم. پس اینم میشه اوپن هات. دو تا هایت داشتم دیگه. یه دونه هایت هم اینجوری میذارم. یه دونه دیگه شو میایم روش رول و اینجور چیزا میذاریم. خب اینم اگه دوست داشته باشید میتونید بیاید پنش کنید به چپ و راست، حالا هر جوری که دوست دارید. اول رولا رو میام پند میکنم. پس پنینگ نوتای های هات هم به این حالت شد. بیایم اون یکی های هات همون هم یکم پن کنیم. حالا جایی که رول دارم دیگه این های هات رو ور میدارم. خب این هم میشه پترن ایتویت. هم اگه دقت کنید یه صدای کلیک داره روش. این صدای کلیکه رو میایم اینجا یه کوچولو اتک میدیم که به این بره. زیاد مهم هم نیست با کیکتون لیر میشه، از همون کلیکه شنیده نمیشه، ولی اگه خواستید میتونید به این حالت یکم بهش اتک بدید که به این بره. یه بار اینو گوش کنیم. خب اینو میام یه بار کلون میکنم، این سری اینا رو میفرستم یه اکتاو بالا. خب پس دو تا پترن ایتویت شد، جفتش یه نوته، فقط اکتاو اون نوتای سی شارپمون تغییر میکنه. خب یه سری هم افکس آوردم، نویز و اینجور چیزا آوردم بهش اضافه کردم.
خب این تیکه اومدم پترنم رو یونیک کردم، یه اکتاو دادم بالا. اینجا میایم یه دونه پترن جدید، این سری دیگه فقط آکورد میذاریم. همین پیانویی که اینجا داشتم رو میام کپی میکنم. میایم فقط آکوردا رو میذاریم، دیگه این نوتا رو ورد میاریم. خب پس برای این تیکه یه همچه حالتی میذاریم، همون آکوردهایی که داشتیم روی همون درجات 1-5-6 که گفتیم، البته 1-6-5 اگه به همین ترتیب بگیم. میام همونو با اون یکی صدایی که داشتم لیر میکنم، به این یکی استرام میدم. خب بیتمون تکمیله. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوال داشتید میتونید تو کامنت ها بپرسید. یه بار به این بیت گوش کنیم تا ویدیوی بعدی. فعلا خدا حافظ.